رئال مادرید 2 شاختار 3 فاجعه دفاعی در آستانه ال کلاسیکو. تقابل رونالدو با مسی فعلا در حاله از ابهام. سبقت نیمار از مسی و رونالدو به لطف پوما. تمدید شبانه پیکه کاپیتان 37 ساله بازنشسته می شود. رئال مادرید در خانه خود و در اولین بازی 3-2 مغلوب شاختار دونست شد. رئال مادرید در شبی که در نیمه اول نمایش افتضاحی خصوصا در خط دفاعی داشت و 3 دروازه خود را باز شده دید، در نهایت تنها موفق به جبران 2 گل شد و در اولین هفته لیگ قهرمانان و در آستانه دیدار مقابل بارسلونا در خانه برابر شاختار شکست خورد. برخلاف انتظار این شاختار بود که بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه 13 مارلوس در موقعیت تک به تک فاصله تا زدن گل اول تیمش نداشت، اما برتری شاختار ادامه یافت. این تیم در دقیقه 28 به گل اول دست یافت. کورنکو از سمت چپ حرکت کرد و در نهایت در شرایط دشوار توپ را به تیتی رساند تا او با ضربه دقیق به گوشه دروازه گل اول تیمش را به ثمر برساند. 2 دقیقه بعد رئال مادرید فرصت خوبی برای زدن گل تساوی داشت، اما ضربه سر لوکایوویچ رو ارسال مارسلو خوب نبود و راهی به دروازه پیدا نکرد. اما در دقیقه 33 شاختار به گل دوم دست یافت. تیتی از سمت راست صاحب فرصت شد، اما این تیبو کورتوا بود که ضربه او را مهار کرد و در ریبان رافائل واران به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا شاختار 2-0 اثر پیش افتاد. باور کردنی نبود، اما شاختار در دقیقه 41 به گل سوم هم دست یافت. تته با یک پاس پشت پای تماشای مانور سلومون را در مقابل دروازه رئال مادرید صاحب موقعیت کرد و این بازیکن با ضربه دقیق گل سوم را به ثمر رساند تا شاختار با برتری 3-0 راهی رختکن شود. رئال مادرید از همان ابتدای نیمه دوم در صدد جبران درآمد و خیلی زود به گل اول دست یافت. لوکا مودریچ پشت محوطه جریمه با حرکت زیبا صاحب موقع شد و با یک ضربه محکم و غیر قابل مهار به گوشه دروازه موفق به گلزنی شد. در دقیقه 56 و روی حرکت خوب گورنکو از سمت چپ بود که شاختار صاحب بهترین فرصت برای زدن گل چهارم شد، اما ضربه تته با اختلاف کم از کنار دروازه کورتوا به بیرون رفت. اما در دقیقه 60 وینیسیوس جونیور ثانیه‌ای بعد از ورود به میدان با بهره‌گیری از پاس اشتباه مدافع شاختار وارد محوطه شد و با ضربه فنی و زمین اختلاف را به حد اقل رساند. در دقیقه 65 این بار تته با فرار از تله آفساید یک بار دیگر با دروازه رئال مادرید تک به تک شد، اما این بار نیز ضربه زمینی و باکس العمل درخشان تیبو کورتوا همراه شد. در ادامه اگرچند جریان بازی در دست رئال مادرید بود، اما شاختار نیز هرگاه اراده میکرد به دروازه حریف نزدیک میشد و حتی در دقیقه 80 باز هم به گل رسید که البته آفساید اعلام شد. اما در اوقات اضافی بود که رئال مادرید به گل تساوی دست یافت و این گل نیز آفساید اعلام شد. کارنر هوشمندانه این تیم با ضربه زمینی فدریکو والورده همراه بود، اما وینیسیوس جلوی دیده دروازه‌بان را گرفته بود و در نهایت رئال مادرید در خانه با نتیجه 3-2 مغلوب شاختار شد. نیمار ستاره برزیلی پاریس سن ژرمن با امضای قرارداد جدید با کمپانی پوما موفق شد از نظر قراردادهای اسپانسری دو برستاره دنیای فوتبال مسی و رونالدو را پشت سر بگذارد. ارزش قرارداد جدید نیمار با پوما از قرارداد مسی با آدیداس و قرارداد رونالدو با نایک بیشتر است. بر اساس گزارش نشریه فورد ارزش قرارداد جدید نیمار با پوما 25 میلیون یورو در سال است. نیمار پیش از این با نایک قرارداد داشت، ولی حالا پوما در هر سال 13 میلیون یورو بیشتر به او می‌پردازد. نیمار در سال 2005 با نایک قرارداد بسته بود، زمانی که یک ستاره جوان آینده دار در باشگاه سانتوس بود. پوما با امضای قرارداد با نیمار موفق شده با سیاست تهاجمی خود در بازار پوشاک و تجهیزات ورزشی ادامه دهد. این کمپانی اخیرا توانسته بود با ستاره های دیگری مثل گریزمان و اوگرو قرارداد امضا کند و لباس 16 تیم ملی جدید را هم تأمین کند. پیش از این لیونل مسی با قرارداد 20 میلیون دلاری اش با آدیداس از این نظر در صدر فهرست قرار داشت. کریستیانو رونالدو هم در قرارداد 10 ساله اش با نایک 162 میلیون یورو دریافت میکند که میانگین سالانه دریافتی او را 16 میلیون یورو کرده است. رونالدو از سال 2004 با کمپانی نایک قرارداد دارد. البته رونالدو قراردادش با کمپانی آمریکایی را در سال 2016 تا سال 2026 تمدید کرده است. رونالدو علاوه بر 16.2 میلیون یورو دریافتی سالانه بازای کسب هر توپ طلا هم 4 میلیون یورو دیگر به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد. تمدید شبانه پیکه کاپیتان 37 ساله بازنشسته می شود. تمدید قرارداد بارسلونا با جرارد پیکه که شب گذشته اتفاق افتاد در نوع خود عجیب بود. پیکه حالا تا سال 2024 بازیکن بلوگرانا هست. بارسلونا شب گذشته قرارداد 4 بازیکن خود را به صورت شبانه تمدید کرد،
اما عجیب‌ترین مورد از میان این چهار بازیکن تمدید قرارداد جرات پیکه ستاره کهنه‌کار بارسا است. قرارداد قبلی پیکه در سال 2018 امضا شده و تا سال 2022 اعتبار داشت. پیکه تا آن زمان 35 ساله میشد ولی شب گذشته اعلام شد پیکه قرارداد خود را تا دو سال دیگر یعنی سال 2024 تمدید کرده است و در نتیجه او تا 37 سالگی با بارسا قرارداد خواهد داشت. البته در بخش قرارداد جدید آمده که دو سال پایانی قرارداد پیکه منوط به حضور او در تعداد مشخصی بازی خواهد بود، هرچند تعداد دقیق بازی ها اعلام نشده است. علت قراردادهای جدید بازیکنان بارسا فرمول است که بارتومئو و مدیریت ارائه دادند. با این ترتیب دستمزد بازیکنان فوراً کم نمی‌شود بلکه سالهای قرارداد آنها افزایش می‌یابد. با وجود بند مشروطی که گفته می‌شود در قرارداد پیکه وجود دارد، در این شرایط شک نیست که می‌تواند تا 37 سالگی به حضور در خط دفاعی بارسلونا ادامه دهد. مقایسه مورد پیکه با شرایط راموس در رئال مادرید جالب خواهد بود. قرارداد فعلی راموس در سال 2021 به پایان می‌رسد ولی رئال مادرید حاضر نیست بیشتر از یک سال به قرارداد او اضافه کند، چرا که سیاست باشگاه در مورد بازیکنان بالای 30 سال این را ایجاب نمی کند. به نظر می رسد کریستیانو رونالدو ستاره پرتغال یوونتوس مشکل برای دیدار با بارسلونا نخواهد داشت. یک هفته قبل و در جریان برگزاری رقابت های ملی بود که فدراسیون فوتبال پرتغال اعلام کرد کریستیانو رونالدو ستاره 35 ساله به ویروس کرونا مبتلا شده است و به همین علت در قرنطینه به دور از دیگر بازیکنان حضور دارد. در این مدت ستاره پرتغالی علائم خاصی از خود نشان نداد و به نظر میرسد حال او رو به بهبود هست. البته کریستیانو رونالدو شب گذشته اولین بازی یوونتوس در لیگ قهرمانان مقابل دینامو کیف را به همین علت از دست داد، اما ممکن است شرایط بازی کردن در مسابقه حساس هفته بعد یوونتوس مقابل بارسلونا را داشته باشد. بیانکنری هفته آتی در تورین میزبانی لیونل مسی و دیگر همبازیانش خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست رونالدو قادر به بازی کردن خواهد بود یا خیر. طبق قوانین یوفا یک بازیکن حداقل 7 روز قبل از حضور در میدان باید تست منفی داشته باشد و این بدان معناست که امروز آخرین فرصت برای ارسال جواب منفی آزمایش رونالدو برای یوفا خواهد بود. اما طبق قوانین ایتالیا تنها 10 روز برای حضور در قرنطینه کفایت میکند و به همین دلیل اگر تست رونالدو روز جمعه منفی باشد او قادر به حضور در ترکیب یوونتوس مقابل بارسلونا خواهد بود. در این شرایط حضور ستاره پرتغالی در میدان در مسابقه هفته بعد در حال از افهام قرار گرفته و هواداران فوتبال هنوز در مورد تقابل رونالدو و لیونل میسی در هفته آتی لیگ قهرمانان اطمینان ندارند.